برای بهرام جلایر درود بر شما خیلی سپاسگزارم که فرصت دادید با همدیگه گفتگویی داشته باشیم برای خیلی از فعالان فرهنگی اجتماعی جامعه ایرانیان بزرگ شهر تورنتو دست کم شما چهره آشنایی هستید اما برای مخاطبینی که به حال کمتر با شما آشنایی دارن یا نمیشناسن شما رو من بگم که یکی از فعالان بسیار جدی مسائل و فعالیت اجتماعی فرهنگی در طول سالهای گذشته در بزرگ شهر تورنتو بودید و در این زمینه این فعالیت مسئله کنگره ایرانیان کانادا رو به خوبی باش آشنا هستید که چه مشکلاتی داره چه افتخیزهایی رو داشته در طول این سالهای گذشته و همیشه جز محدود کسانی بودید که من دیدم همیشه با یک متانت و استدلال خاصی برخورد میکنید با مسائل کنگره حالا میخوام محور صحبت رو با شما بیشتر ببریم به طرف اینی که یک چه باید کرد برای خروج از این بنبست دومینی که خیلی صحبت میشه راجع به هیئت مدیره هایی که در طول سالهای گذشته فعالیت هایی کردن که خلاف قانون بوده خلاف عرف بوده خلاف منافع عمومی جامعه ایرانی کانادایی بوده به طور کلی میخوام به این اشاره کنیم که این خلافکاری ها از دید شما چی هست و بعد اینی که چند اقدام قانونی صورت گرفته از طرف گروه هایی که به حال پا پیش گذاشتن برای فعالیت در این کنگره در طول سالهای گذشته که هزینه های مالی بسیاری داشته زمان بسیاری برده انرژی های زیادی صرف شده و بعد اینی که اشاره کنیم که خب این اقدامات به چه نتیجه رسیده بنابراین میخوام بذارم که شما خودتون با این شروع بکنین که در حال حاضر شما این تاریخ 16 ساله رو چطور میبینید و اگر کسی از شما بپرسه الان در چه وضعیتی هستیم چی میگید؟ خیلی ممنونم که این فرصت دادین و به حال توصیفی که از فعالیت من کردین البته با کمی اقراق دوستانه بود خیلی ممنون از لطفتون و به خوشحالم که بتونم یکم این نظرات و خودم رو شما و دوستان به اشتراک بذارم من واقعیت این که از حدود سال 2018 در با کنگره به طور جدی آشنا شدم قبل از اون جست گریخته آشنایی داشتم و دیگه نزدیکش نشدم و بعد از اون در طول این سالها بوده که هی به تاریخ گذشته هم نگاه کردم از دوستانی از جمله خود شما که حال از دورتر و از دوران اول این کنگره دستی بر آتش داشتید و حال راهنمایی و کمک گرفتیم اینی که کنگره از تو این 16 سال چه مسیری رو طی کرده خب سالهای اول سالهای به اصطلاح ابتدایی به قول اینجا اینفنسی این سازمان بوده خودش رو شکلگیری بکنه جایی برای خودش باز بکنه و اگه دقت بکنیم توی به اصطلاح هیئت مدیره ها و افراد فعال کنگره توی سالهای اولیه توی مثلا 6 7 سال اول که 5 6 سال اول اگر نگاه کنیم می‌بینیم که واقعا یه به اصطلاح کلاژ و مخلوط جالبی از افراد مختلف با نقطه نظرهای مختلف بودن اینکه کنگره در اون زمان چقدر افکتیو بوده چقدر در واقع فعالیتاش موثر بوده خب قابل بحث هست ولی به هر حال این رو باید حتی اگر که کم اثر بوده باید گذاشت به حساب اینکه داشته جای خودش رو باز میکرده و مشکلی که در از شاید پیش از ده سال پیش به نظر من به طور سیستمیک شروع شده و این شاید مشکل فرهنگی فرهنگی از جهت نحوه برخورد با یه همچین سازمانی هست نحوه اداره چنین سازمانی هست این بوده که هیئت مدیره های مختلف البته استثنا وجود داشته ولی هیئت مدیره های مختلفی که وارد کنگره شدن به جای اینکه به عنوان نماینده کامیونیتی ایرانی خودشون رو در واقع در خدمت این کامیونیتی بدونن و نماینده اونها بدونن احساس مالکیت بر کنگره کردن و در واقع به پشتوانه اینکه حالا خیلی وقتا با رایگیری خیلی وقتا بدون رایگیری وارد هیئت مدیره شدن چون به هر حال موارد بسیاری بوده که تعداد سندلی های خالی توی هیئت مدیره به اندازه تعداد کاندیده ها بوده و در واقع رأیگیری گیری عملا اتفاق نیفتاده اگر اتفاق افتاده سوری بوده به حمایت این که به اتکاب این که خب برحال ما انتخاب شدیم پس هر گونه که بخواهیم میتونیم این نهاد رو اداره بکنیم و به هر جهتی که بخوایم میبریم باعث شده که کنگره توی اون سالهای اولیه شاید بگم که مثلا بین سالهای 2012 تا 2015-16 جهتهای مختلفی رو طی کرد و, و نهایتا تبدیل به این شد که هیئت مدیره ها بر اساس سیستم فکری ایدئولوژیک دید سیاسی که داشتن اهداف کنگره رو به اصطلاح به،, به اون جهت تعبیر بکنن و کنگره رو به اون جهت ببرن و حالا این جهت ها چه مورد توافق یا مورد نظر شخصی من یا شما یا هر کس دیگه بوده یا نبوده کل ماجرا به اصطلاح غلط بوده برای اینکه هیئت مدیره در خدمت کامیونیتی باید باشه هیئت مدیره باید نماینده تمام کامیونیتی باشه به طور خاص نماینده اعضاش و منعکس کننده نظرات اعضا ولیکن حتی همونطور که فرمودیم طبق اساسنامه هدف اصلی کنگره بهبود شرایط برای کل کامیونیتی ایرانی ها هست و مثل هر گروه دیگه یا حزب سیاسی حتی در نظر بگیریم احزاب بزرگ فدرال هم تعداد اعضاشون به حال یه درصد خیلی کوچیکی از کل جمعیت کشور رو تشکیل میدهند ولی و نهایتا برای تصمیم گیری به اعضاشون مراجعه میکنن ولی که اه اهدافشون فقط بر اساس برآورده کردن تمایلات و اهداف اعضای خودشون حول اون برقرار نیست هدف حداقل به صورت بهاله استراتژیک اینه که برای کل کشور برای کل جامعه بهبود حاصل کنه کنگره متاسفانه دچار این مشکل بوده و این ادامه پیدا کرده و این مشکل نهایتا در سالهای اخیر به طور خاص شد بگم که از سال 2017 به بعد تشدید بیشتری پیدا کرده به جهت اینکه به تدریج در طی این سالها غیر از یک دوره خاص استثنایی که در پی پرونده قانونی پیش اومد کامیونیتی اون به اصطلاح جذبه ای که به تدریج داشت پیدا میکرد برای کنگره به عنوان یه نهادی که نماینده کل ایرانی های کانادا باشه اون جاذبه از دست رفته و هیچکس الان در وضعیتی که تو چهار سال گذشته شاید به جورت بگم سه سال گذشته کسی از ده کیلومتری اسم کنگره هم بشه به طور برای اینکه تبدیل شده به نهادی که بیانگر و معرف یک سیستم فکریه که با کلیت جامعه به هیچ وجه تماس و ارتباطی نداره یا به طور خلاصه در واقع به هیچ وجه بیانگر اکثریت جامعه نیست این معزل رو شما بیان کردید اما الان گروهی دارن تلاش میکنن که این وضعیت تغییر پیدا بکنه حالا صحبت سر این استش که خب چه باید کرد فقط این که ما الان در این شرایط هستیم این یک واقعیت قمنگیزی که وجود داره افرادی هم که گفتین کاملا درست اومدن در دوره های مختلف حالا یه سری میگن خلافکاری ها یه سری میگن اشتباهات هر چی که اسمش رو بخوایم بذاریم کارهایی که در جهت منافع عمومی جامعه ایرانیان کانادا نبوده این یک واقعیت مسجلی هست حالا شما فکر میکنین در با این کارزار و به عنوان یک فردی از اعضای جامعه ایرانیان کانادا به نظرتون که چه باید کرد برای خروج از این وضعیت خب ببینید خیلی از دوستانی که حال از دور و نزدیک با کنگره آشنایی داشتن وقتی که با شما صحبت میکنیم به الان همونطور که خودتون استحصار دارین رو میدونیم بعد از انتخاباتی که در پی پرونده قانونی توسط ناظر دادگاه برگزار شد که در سال 2020 برگزار شد دسامبر سال 2020 و تعداد اعضا رسید به حدود 3500-3400 نزدیک 3500 نفر بعد از اون تاریخ به سرعت تعداد اعضا افول کرده یعنی یک سال بعد تو انتخابات بعدی تعداد اعضا حدود 400 خورده بود سال بعد حدود 300 خورده بود و امسال اگه اشتباه نکنم تعداد اعضای فعال حدود سال 70 نفر کمتر از 200 نفر من با اجازت یه دکتر اشاره کنم همون انتخاباتی که شما میگید زیر نظر معمول قانون و دادگاه انجام شد و 3500 نفر خب دو گروه داشتن با هم رقابت انتخاباتی میکردن و آرای این دو گروه خیلی نزدیک به هم بود یعنی وقتی شما آمار رو که مشاهده کردیم و کسایی که رأی داده بودن گروهی که به هر حال برنده این انتخابات شد تفاوت آرای زیادی نداشت آه. سوال اصلی این هستش که خب اون گروهی که به اون گروه برنده در واقع رأی دادن خب اینا هم از نظر فکری هم از نظر به روابط دوستانه آشنایی هایی که داشتن اینا خب موافق اون گروه بودن سوال این هستش که اونها چرا رفتن اگر این سقوط آزاد تعداد اعضا وجود داشته که به این رقم واقعا حیرت انگیز 174 نفر اشاره میکنین خب اونها چرا رفتن آیا این نتیجه خلافکاری هایی بوده که انجام شده آیا اون گروهی که به اونها رقبت کردن و اومدن رای دادن گروه واقعی نبودن آیا بخششون اونجور که گفته میشد و ادعا میشد و هر حال جزء جامعه ایرانیان کانادا نبودن چی بود که اون گروه حتی خب گروه مخالف میگیم به هر دلیلی به هر حال موافق نبوده و دیگه عضویتش رو تمدید نکرده ولی اون گروه چرا رفتن؟ به نظر من یه ترکیبی از همه این موارد هست یکی از واقعیات کنگره اینه که مردم حتی در به بهترین دوران کنگره یا زمانی که بیشتر فعال بوده کنگره یا بیشتر با به کامیونیتی نزدیک بوده و نمایانگر جناح های فکری مختلفی بوده هم تعداد کمی رو نهایتا جذب میکرده و این به اصطلاح تعداد اعضا عملا تابع تبلیغات و فعالیت های مخصوصا کنگره و نزدیک شدن به انتخابات بوده و این به اصطلاح تعداد 3500 نفری که فرمودی این که و درست هم فرمایید چون آرا انتخابات بین حدود حدود 1400 نفر یکمی بالاتر و یک کمی پایینتر بین دو, دو دسته تقسیم شده بود جناهی که در واقع به کارزار باستازی رو در واقع پیش می بردن و نهایتا فقط یک کاندیدا تونستن وارد اون انتخابات انتخاب بشه سعی کردن سعیشون این بود که به حال اهمیت کنگره رو به جامعه بشناسونن و در واقع با کاندیده هایی که از جناح ها و دیدهای مختلف بود تمام اخشار فکری مختلف رو جذب کنه در مقابل جناه دیگری که برنده شد با به اصطلاح اصطلاح شاید خوبی نباشه ولی با لشکرکشی در واقع اون تعداد رو آوردن یعنی با ایجاد این واهمه و ترس که یک گروه وابسته به فلان جریان سیاسی، وابسته به مجاهدین، وابسته به نمیدونم تحت حمایت اسرائیل با این برچسب ها در واقع افراد رو از واهمه اینکه کنگره بیفته به دست یه سری آدمای ناساله و به صلاح خلاف این جمع رو آوردن برای صلاح راگیری وین رو من بر اساس نظر شخصی نمیگم بر اساس به اصطلاح که به طور خصوصی یا علنی به گروه پویش در طول اون انتخابات پخش میکرد تماس تلفنی که میگرفتم برای جذب رای و عوض یا نامه هایی که می نوشتن از جمله نامه معروفی که به حزب سبز در اون زمان نوشتن در واقع ایجاد وحشت کردن برای اینکه اگر نه شرکت بکنین این کنگره تبدیل به میفته به دست یک گروه ناسالهی که برای ایرانیا چه بلاهایی به وجود خواهد بود نهایتا منظور من اینه که بعد حتی بعد از این جریان دو اتفاق افتاد بعد از اون انتخابات سال 2020 جریاناتی که در طول چهار سال گذشته از سقوط پرواز 752 اوکراینی و بعد در دو سال گذشته انقلاب زن زندگی آزادی به نظر من تعداد خوبی از اون 1500 نفری که در واقع به اون جناح فکری رأی دادن متوجه بر اساس عملکرد کنگره متوجه شدن که در واقع اون هو جنجال در واقع پوشالی و دروغی بوده این یعنی در واقع شاید بستگی قوی فکری به اون جناح نداشتن و دیگه علاقمند نیستن که حمایت و دوم اینه که هیئت فکری حاکم بر کنگره الان خودش رو در تهدید نمیبینه هر زمان که در تهدید ببینه من شکی ندارم که دوباره میگم باز این اصطلاح خوب شاید نباشه ولی اون لشکرکشی رو میتونه دوباره به راه بندازه آیا دوباره میتونه مثلا 2000 هزار نفر 1500 هزار نفر 1000 نفر رو جذب بکنه من شک دارم ولی که تا ها خودش رو در معرض تهدید ندیده و در نتیجه اصراری هم نداره چرا اصراری نداره تعداد کم اعضا فقط برای کسانی که خیلی نزدیک به کنگره هستن و نزدیک مسئله رو دنبال میکنن اهمیت داره ولی کنگره وقتی که اطلاعیه میده وقتی که نامه مینویسه به فرزن کمیسیون بررسی مداخلات و خارجی هیچ وقت اعلام نمیکنه که ما نماینده 170 نفر ایرانی هستیم میگن ما نماینده کامیونیتی ایرانی هستیم کامیونیتی که بیشتر از 300 هزار نفر جمعیت داره یعنی با بازی با لغات عملا این به اصطلاح ایمپرشن رو به شنونده یا خواننده اون اعلامیه میدن که ما در واقع نماینده کل این جمعیت کلان کامیونیتی ایرانی کانادایی هستیم برای اینکه بتونن این سیستم رو ادامه بدن هر چه تعداد از و کمتر باشه بهتر برای اینکه چیزی که در واقع مورد نظرشون اون تریبونه و اون اسمه این تنها چیزی که برای این گروه از جهت سیاسی مهمه که اسم کنگره ایرانیان کانادا به عنوان یک سازمانی که 17 ساله که بوده و نماینده این کامیونیتی هست و به قول خودشون تنها نهاد دموکراتیک ایرانیان هستش با این القاب و این تیترها سعی کنن که خودشون رو نماینده جامعه ایرانی نشون بدن یک تغییر مثبت در طول به خصوص دو سال گذشته این بوده که به اصطلاح قدیمی ها این حنا دیگه رنگش رو از دست داده اگر خاطرتون باشه تا دو سال پیش حتی زمان سقوط پرواز پی اس 752 با به اصطلاح معاون رئیس کنگره مصاحبه کردن هر از هر اتفاقی در ایران می‌افتاد با رئیس کنگره با یکی از سخنگویان کنگره صحبت میکردن یه دقت بکنید توی دو سال گذشته میدیای مینستریم کانادا هم شاید بتونم به جرات بگم حتی یک مصاحبه جدی با این افراد نداشتن این حنا رنگش شاید دست داده و نتیجه فعالیت های بقیه به اصطلاح فعالین اجتماعی کانادا بوده نهایتا این تریبون وجود داره این اسم وجود داره و لزوم این حرکت بازپسگیری اینه که این در واقع مثل یک مین عمل نکرده است و هر زمان که موقعیت سیاسی پیش بیاد میتونه در واقع دوباره منفجر بشه و انفجارش چیه؟ انفجارشون اتفاقیه که توی سالهای گذشته اتن 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 اتفاق افتاده بود قبل از شروع انقلاب زن زندگی آزادی سیاست مداران کانادا دیدی که نسبت به مسائل ایران و مسائل ایرانیان داشتن همیشه یه تضاد بین دوتا جبهه فکری بود که یک جبهه فکری از آن می کرد که مسائل ایران مسائل جزئی داخلیه و خب به کانادا ربطی نداره و مسائلی که تو همه کشور رو اتفاق میفته اگه تبعیز هست تو کانادا هم تبعیز هست تو آمریکا هم تبعیز هست اگر زندانی داریم آمریکا کلی زندانی داره اگه اعدام هست خب کشورهای دیگه هم اعدام دارن و در دا انچه به اصطلاح سفیدشویی مسائل کلان و جدی داخل ایران در برابر سیاست کانادایی بود و بعد یه جناح دیگه ای در کانادا بودن و هستن که فعالیت میکردن که بگن که وضعیت حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی عدالت اجتماعی در ایران رو به قهقراس به قهقرا رسیده وضعیت محیط زیست رو به قهقراس و به قهقرا رسیده و با یه همچین دولتی نباید مماشات کرد نباید بهشون پوان داد سیاست مداران قربی و به خصوص سیاست کانادایی در برابر این دوتا به اصطلاح دید بودن و از یه طرف کنگره و این تریبون رو به عنوان نماینده کامیونیتی ایرانی برداشت میکردن و در مقابل یه به دید دیگری رو از یه سری گروه فعالین دیگه میشه نه و نهایتا می گفته ما مثلا وارد این های جناهی نمیشیم چیزی که به نفع کاناداست اگر بتونیم تجارت بکنیم تجارت میکنیم اگر نتونیم نمیکنیم اتفاقی که در دو سال گذشته افتاده و به نظر من خیلی مفید بوده برای کامیونیتی اینه که این پرده به قبار و شعبت بازی کنار رفته و واقعیت مثلا جامعه ایران در ایران و واقعیت مثلا تمایلات کامیونیتی ایرانی کانادایی توی دو سال گذشته به طور واضح برای سیاست نداره مشخص شده و به همین دلیل دیگه شما نمی بینین که از حیط مدیره کنگره بیان توی مثلا سی بی سی ازشون نظر بخوان ولی یک یه نکته که واقعیت هستش همین نکته خود شما اشاره کردید این کنگره با داشتن این نام با داشتن این عنوان وقتی یک نامه ای می نویسه و میفرسته به کمیسیون بررسی دخالت کشورهای خارجی در سیاست کانادا خب جدی گرفته میشه و اونها دعوت میکنن او متاسفانه او ندارن ده. که به حال اینا نماینده چند نفر هست اونا میگن یک سازمان ثبت شده از قانونی به حال انتخاباتش هم حالا ما میگیم در عمل اینجوری بوده ولی قانونی بوده کار خلاف قانونی هم هیچ کدومشون انجام ندادن پس بنابراین از اونا هم همون دعوت میکنه که از گروه دیگری که میره حرف دیگری داره میزنه مسئله این ای که حالا این گروه فعالان باید چه کار بکنن اینهایی که میخوان این نام رو هم در اختیار بگیرند چون نامیه که به هر حال جا افتاده این نام یک به هر حال مال در واقع یک اسط مشترک همه ایرانیان کاناداست و حاصل زحمت حتی خود این گروه و دوستان همین گروه به اضافه ده ها نفر دیگری بوده در طول این 16 سال. بنابراین این یک اسط مشترک یک دارایی مشترک جامعه ایرانیان کانادا که فقط یک نام هست و در عمل ظاهرا یه صندلی و میز هم نباید داشته باشه برای اینکه نه جایی داره نه مکانی داره خب این نام رو واقعا ازش چگونه باید استفاده کرد و چگونه دسترسی پیدا کرد به این نام که به این شکل مورد استفاده استفاده نابجا قرار نمیگیره نمیگم سوء استفاده میگم استفاده نابجا و نادرست قرار بگیره دقیقا دقیقا این, این به صلاح نکته مهم و دلیل وجود این کمپین بازپسگیری است برای اینکه این نام در واقع از کامیونیتی بزرگ ایرانی از جامعه بزرگ ایرانی کانادایی در واقع داره اعتبار میگیره بدون اینکه در واقع این کامیونیتی بهشون اعتبار رو داده باشه و, با و این کمپین بازپسگیری دقیقا به همین دلیله که این رو این کنگره و این نهاد برگرده به هدف و موقعیت به اصطلاح واقعی که باید داشته باشه و اون موقعیت این این هست که بیانگر و نماینده کامیونیتی باشه نه نمایانگر یک جناه فکری بسیار بسیار در اقلیت این دلیل این کاره و, و این راه به اصطلاح با به چشم پوشی از کنگره و ایگنور کردن کنگره این کار موثر نمیشه چون همون که گفتم آتیش زیر خاکستریه که کمان که اوایل امسال دیدیم که کنگره با نوشت با چند ماه تاخیر نامه به هم کمیسیون بررسی دخالت سرا کشورهای خارجی در امور دموکراتیک کانادا با نوشتن نامه به اونجا و معرفی خودش پذیرفته شده البته یه نکته رو در این کمیسیون من بگم اگر که دقت بکنیم به افرادی که به این کمیسیون پذیرفته شدن البته قطعا پذیرفته شدن کنگره به عنوان همین با این عنوان که نمایانگر کامیونیتی ایرانی هستند بوده ولی که در بین کسان دیگری که پذیرفته شدن کسانی هستن که تحت به اصطلاح اینوستیگیشن پلیس کانادا هستن بخوا... نه از کامیونیتی ایرانی از کامیونیتی های دیگه و در واقع به اونها هم تریبون دادن برای اینکه بیان از خودشون دفاع بکنن یا بیان توضیحاتی بدن در نتیجه حضور یک گروه یا یک سازمان یا یک فرد در این کمیسیون به هیچ وجه نمایانگر اعتبار اون شخص و گروه نیست فقط سیستم دموکراتیک کاناداست که به همه اجازه میده که صحبتشون بیان حرفشون بزنن بیان نظراتشون بدن و البته میدونیم که یک کمپین دیگری هم هست یک پتیشنی هم هست که دوستان و دیگری شروع کردن و ادامه داره که به این اصطلاح جاستیس هوک که رئیس این کمیسیون هست به اطلاع اون برسونن و این کار با نامنگاری هم انجام شده که ما مخالفتی با حضور کنگره نداریم ولی بدون این که اینا نماینده کامیونیتی نیستن بدونین که اینا نماینده ما نیستن و اگر صحبتی میکنن از طرف یه جناح خیلی کوچیک و یه تعداد خیلی کوچیکی از کامیونیتی یه اقلیتی هستن و خلاصه این که اون اسمی که بالا سر این گروه هست به عنوان کنگره ایرانیان یعنی کانادا اون نباید در روی تصمیم و اهمیت یا صلاحیت گفتار این افراد وزنی ایجاد بکنه